تاریخ مدرن ایران رو ما می توانیم به سه بخش بزرگ تقسیم کنیم، یعنی در واقع بگوییم که این دوران تاریخ مدرن ایران، رسیدن مدرنیته به ایران رو اگر بخواهیم رقم بزنیم، بخواهیم کلی و بدون رفتن به ریزکاری های تاریخ و نگاه بکنیم، می توانیم بگوییم که به سه دوره بخش می شود: دوره آغاز مدرنیته، سپس مشروطه و پیامدهای اون، دوران پادشاهی پهلوی و سپس دوران 40 ساله بختک جمهوری اسلامی که ما هنوز از اون رها نشدیم. اما اگر بخواهیم اندکی ریزبین تر باشیم نسبت به تاریخ، میبینیم که این بخش های تاریخ یا این بخش های سگانه تاریخ رو ما میتوانیم بیشتر از سه بخش هم زیر بخش داشته باشیم، تقسیم کنیم. بخش مربوط به دوران مدرنیته، مشروطه و پیامدهای اون به راستی با یکدیگر پیوند دارد. یعنی از هنگامی که سپیددم اندیشه های مدرنیته در ایران است و این اندیشه های مدرن، تجدد، نوآوری، پیشرفت ایران با ساختار ایلیاتی دولت قاجار درگیر می شود، رو در رو می شود و سرانجام فرمان مشروطه به دست می آید و بر پایه فرمان مشروطه یکی از نخستین پارلمان های زیبای بیرون از اروپا در دنیا ساخته می شود و قوانین نو در ایران به وجود می آید و قانون اساسی و متمم قانون اساسی نوشته می شود، تا پیامدهای اون، مجلس اول، دوم، سوم و گرفتاری هایی که در این سالها به وجود آمد، این رو می توان به عنوان یک دوره تاریخی که در درون خودش هم بخشایی دارد برشمرد. یعنی دورانی که از کتاب یک کلمه زنده یاد، یعنی کتاب یک کلمه با براستی باید گفت، این کتابی که شاید امروز ما بتوانیم ارزش اون رو دریابیم، بسیار بسیار ارزنده بوده در اون دوران. البته خیلی تعداد کمی با این کتاب آشنا شدن، ولی همین کتاب و همین کار مستشار دوره تبریزی یک آغازی بوده در فرهنگ ایران، یک پیامی بوده، نگاه به قانون. اگر ما این رو، البته پیشتر از اون هم کارهایی روی داده، اصلاحات سپهسالار، پوشش‌های امیرکبیر و دیگران، ولی اگر ما از اینجا آغاز کنیم و به فرمان مشروطه و سپس گرفتاری‌های مشروطه بپردازیم، میتوان این دوران رو در یک بررسی تاریخی به عنوان یک دوره تاریخی دگرگونی در ایران ارزیابی کرد، از چشمانداز نگاه نو و قانونگرا به آینده ایران تا ناکامی های انقلاب مشروطه و سرانجام پیش درآمد کودتای 1299 و پیش از اون پیمان 1919. دوره دوم در واقع از اینجا آغاز می شود، از پیمان 1919 و سپس کودتا 1299، فراز رضاخان میرپنج به نخست وزیری، سردار سپه شدن او و سرانجام پادشاه شدن او در سال 1304 خورشیدی. این دوره 20 ساله، دوره پهلوی، دوره فراز رضا شاه به قدرت که از کودتای 1299 آغاز می شود و سپس دوره 16 ساله پادشاهی رضا شاه، یک دوره تاریخی در ایران است. در درون خود اون هم می توان این رو به چند بخش در چند بخش بررسی کرد، اما دوره پادشاهی رضا شاه یک دوره روی هم رفته، یک بسته تاریخی در ایران به شمار بیاید و در این باره داوری ها یکگانه نیست. داوری ها باید گفت که روی هم رفته در این سالها تا حدودی تعدیل پیدا کرده و یه دوره هیچ کس حاضر نبود از شمار روشنفکران و
آدمهایی که طرفدار حقوق و آزادی و دموکراسی بودند نگاه نیکی به دوران رضاشاه داشته باشد. امروز که ما از آن دوران فاصله گرفته ایم، نسبت به اون دوران نگاه اندکی بهتر وجود دارد، یعنی نسبت به کارهایی که در دوران رضاشاه انجام شده و کارهای نیکی که انجام شده و کارهای بدی که انجام شده. دوره محمد رضا شاه پهلوی رو میتوان به سه بخش، در سه بخش در واقع توضیح داد. یکی دوران پس از شهریور 20، هنگامی که پادشاه جوان 22 ساله در واپسین تبعید پدرش، شاید در زمانی که آمادگی پذیرش پادشاهی را هم نداشته، در دورانی که کشور در اشغال دو نیروی بزرگ خارجی بوده، یعنی دولت بریتانیا و دولت شوروی، چون آمریکایی‌ها در ایران نیروی نظامی به اون معنا نداشتند، اگرچه بخشی از نیروهای متحد بودند، نیروهای مخالف آلمان بودند، اما اینها در واقع یا معروف بودن به هم گروهی که به هر حال در برابر نیروهای محور یا نیروهای آلمان و ژاپن و ایتالیا در جنگ بودند. آمریکایی ها در سپهر عمومی جایگاه برجسته‌ای داشتند، در اشغال ایران نقش چندانی نداشتند و اشغال ایران بیشتر زیر سایه ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی و دولت بریتانیا، ارتش بریتانیا بود. پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی زیر سایه اشغال ایران آغاز شد. بیم و هراسی هم نسبت به این وجود می داشت که در یادداشت‌های پژوهشگران تاریخ آمده که حتی فروغی بیم و هراس داشت که شاید بردن محمد رضا شاه به مجلس برای اینکه او سوگند پادشاهی بخورد آنچنان مورد واکنش متفقین قرار بگیرد که او را پنهانی به مجلس بردند، یعنی از در پشت وارد مجلس کردند که او سوگند بخورد. پادشاهی استواری آغاز نشد برخلاف دوران رضا شاه، ولی بر روی آغاز پادشاهی محمد رضا شاه است تا دوران ملی شدن صنعت نفت. این یک دوره تاریخی، دوره 8-9 ساله است که پادشاه جوان رفته رفته با توانایی های دربار آشنا می شود و خلق و خوی تازه‌ای رفته رفته بر او چیره می شود که من می توانم مانند پدرم پادشاه مقتدری باشم. و این در جریان مجلس مؤسسان پس از تیراندازی به شاه در دانشگاه آغاز می شود و شاه جوان 22 ساله آغاز این دوره در پایان کار یکی از کسانی است که در کوشش برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت به یاری مخالفان ملی شدن صنعت نفت می‌شتابد. دوره 27 ماهه زمامداری زنده یاد محمد مصدق یک دوره استثنایی در تاریخ ایرانه. گویا این تاریخ دوران پهلوی رو دو شقه کردند، دو بخش کردند. بخش نخست آغاز پادشاهی شاه جوان، شاه بی ناز بوده، چون میگویم ناز بوده چون پدر او رضا شاه دست کم در کانون درگیری های جنگی و سیاسی در ایران تا حدودی آزموده شده بود و با اینکه دانش مدرنی نداشت، دانش خیابانی آموخته بود و با توانایی در واقع مانور میداد و توانسته بود به این جایگاه ویژه پادشاهی در ایران دست بیابد. اولین پادشاهی تاریخ ایران هم بود، پادشاهی رضا شاه، که یک پادشاهی ایلی نبود. شمشیر یک دسته ایلی، یک دسته ایلی دیگر رو از میان نبرده بود. کوششی مانند آقا محمد خان قاجار در برابر رقبای ایلی خودش و سپس دیگران نبود، بلکه یک فرایند روی هم رفته شهری به شمار می آمد. اگرچه نیروی قزاق در این کار دست داشت، ولی پادشاهی پهلوی یک پادشاهی ایلیاتی نبود. آغاز نخستین پادشاهی مدرن در ایران به شمار می آمد، با کوشش برای مدرن سازی و پیشرفت ایران، که از همین رو بسیاری از هواداران انقلاب مشروطه، فرزندان انقلاب مشروطه به گرد رضا شاه حلقه زدند و
در فراز او به پادشاهی به او یاری رساندند. بسیاری هم در این راستا خودشون از میان رفتند یا در بدر شدند یا به زندان افتادند. محمد رضا شاه آغاز پادشاهیش به گونه دیگری بود. اگر فروغی نبود او به پادشاهی نمی رسید. با بیم و هراس پادشاهی را آغاز کرد و در این پایان این دوره 9 ساله رفته رفته دریافت که شاید می تواند مانند پدرش رفتار کند. دوره 27 ماهه نخست وزیری زنده یاد مصدق و ملی شدن جنبش ملی شدن صنعت نفت یک سکته ای در میان یا یک رویداد ویژه‌ای در دو سوی پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی است. پس از 28 مرداد محمد رضا شاه دیگر آن شاه جوان آغاز پادشاهی نبود. خیلی زود زاهدی رو از کار برکنار کرد و رفته رفته به یک پادشاه مقتدر خودکامه خودبین تبدیل شد و کار به جایی رسید که محمد رضا شاه قدرتی برتر از همه پادشاهان دولت قاجار داشت. یعنی از نقطه نظر حقوق پادشاهی تمام دستاوردهای انقلاب مشروطه و قانون اساسی مشروطه به بهانه پیشرفت و توسعه ایران کنار نهاده شد. اما در همین دوران پادشاهی، دوره دوم پادشاهی محمد رضا شاه، برخی از برجسته ترین رفورم های اجتماعی ایران در دهه 40 روی داد. آزادی حقوق زنان، برابری حقوق زنان بر انتخاب کردن و انتخاب شدن، اصلاحات ارضی، بسیاری کارهای دیگری که در این دوران 10 ساله دهه 40 روی داد، به راستی بخش بزرگی از دستاوردهای محمد رضا شاه رو رقم زد. اما پیامد این کوشش ها افزایش خودکامگی محمد رضا شاه بود، تا جایی که در سالهای پایانی پادشاهی همه احزاب سیاسی رو تعطیل کرد و از حزب رستاخیز رو ایجاد کرد. امروز در این دوره دیگری از تاریخ ایران، دوره جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم که به اون دوران نگاه می کنند یا سخت دل مشغول و علاقمند به بازگشت به اون دوره هستند یا سخت مخالف اون دوران هستند یا کوشش می کنند که اون دوران رو با واقع بینی بررسی کنند. از این روز که هنگامی که من دیدم این آقای میرفتروس باز هم خامه بر کاغذ نهادند و در ستایش شگفت‌آور رفتارهایی که محمد رضا شاه به اون دست زده و نباید از این رفتارها پشتیبانی کرد، به چنان پشتیبانی براستی لگام گسیخته ای از اون دوران برخواسته بران شدم که در چند نوشتار به ایشان پاسخ بدم. سخن بر سر این نیست که آیا در دوران محمد رضا شاه ما دستاوردهای نیکی داشتیم یا نداشتیم. جای گفتگو نیست که در بویژه در دهه 40 ما با دستاوردهای بسیار برجسته ای روبرو بودیم و کارهای نیکی در این دوران صورت گرفته. پرسش این نیست، این پرسش در برابر ما قرار نداره. در همه حکومت‌های خودکامه جهان هم کارهای نیک انجام می شود. معروف بود در مورد طرفداران موسولینی، می گفتن که او توانست کاری بکند که قطارها سر ساعت بیاید. خب در مورد هیتلر هم می توان گفت که جاده سازی کرد، صنعت رو گسترش داد، کارهای دیگری هم انجام داد. من نمی خواهم مقایسه کنم اصلا هیتلر و موسولینی رو با دوران شاه. به عنوان این می گویم که در هر دورانی شما می توانید بازگردید و کارهای نیک و کارهای بد رو کنار هم قرار دهید. موضوع بر سر این است که کدام ارزش ها رو می خواهید بدون به نسل جوان، به نسل پس از اون منتقل کنید. دوران ناصرالدین شاه دوران برجسته رفرماسیون و پدیدار شدن ارزش های مدرن در ایران است و خود ناصرالدین شاه در بسیاری زمینه ها با این کارها همراهی داشت. ولی دوران کشتار بابی ها، دوران سرکوب مخالفان، دوران خودکامگی 50 ساله، دوران حراج دارایی ایران در راه گرفتن وام از کشورهای خارجی است، اینها رو با هم باید سنجید، در کنار هم باید قرار داد.
کسانی مانند این آقای میرفتروس کوشش میکنند یک برداشتی رو به جامعه ارائه بدهند که اگر کسی کمترین انتقادی به دوران محمد رضا شاه داشته باشد، این آدم باید چپی و کمونیست و دشمن پیشرفت های اون دوران باشد و این حکومت پلید جمهوری اسلامی رو به رخ ما میکشند که بنگرید به این حکومت و نگاه کنید به اون دوران. جای گفتگو نیست که در راستای حقوق فردی، آزادی های فردی، اجتماعی، پوزش میخوام آزادی های اجتماعی، دوران شاه دوران بسیار آزادی بوده. در راستای حقوق سیاسی دوران بسیار بسیار هولناکی بوده. روز به روز از این آزادی های سیاسی کاسته شده تا جایی که در پایان کار، نزدیک به پایان کار، پادشاه پیام میداده که اگر نمیخواهید به حزب رستاخیز من بپیوندید، میتوانید گذرنامه بگیرید و از ایران خارج بشوید. گویا ایران ملک او بوده، دارایی او بوده که ایرانیایی که به این نمیپیوندند میتوانند از ایران خارج بشوند. اگر ما به جنبه های منفی دوران محمد رضا شاه نگاه نکنیم، به دین پروری در دوران محمد رضا شاه نگاه نکنیم، شاید برای شما شگفت‌آور باشد من میگویم دین پروری در درست در برابر رفتاری که پدر او برای مهار کردن روحانیان در دوره پادشاهی 16 ساله خودش انجام داد و از نفوذ روحانیان کاست، از شمار مسجدها کاست و در پایان کار 200-300 طلبه بیشتر در یک حوزه علمیه در قم وجود نمی داشت، در دوران محمد رضا شاه، شاه برای حفظ تاج و تخت و به ویژه در آغاز کار برای درگیری با حزب توده به پرورش روحانیان پرداخت، از اونها پشتیبانی کرد، از آقای بروجردی خواست که به قم بیاید و رهبری شیعیان رو در دست بگیره. رضا شاه خرسند بود از اینکه رهبری دینی در بیرون از ایران قرار داره، در نجف و در ایران هم در قم یه روابط ویژه‌ای با آقای شیخ عبدالکریم حائری به وجود آورده بود که مدارا می‌کردند. او به کار پادشاه کار نداشت و رضا شاه هم دست او رو در قم آزاد نهاده بود، یک نوع روابط ویژه‌ای به وجود آمده بود. در دوران محمد رضا شاه چنین نشد. مسجد سازی در ایران رشد کرد. به ابتکار خود پادشاه مسجد بزرگی در کانون دانشگاه ساختند. شمار آخوندها که مورد پشتیبانی دستگاه دربار و سپس سازمان امنیت بودند افزایش پیدا کرد. حقوق می‌گرفتند. کمک مالی از دولت دریافت میکردند. نوشته های کسانی مانند کسروی به چاپ نمیرسید ولی نوشته های دینی آزادانه پخش میشد و میبینیم که هنگامی که ما به آستانه انقلاب 57 میرسیم، نیروی مذهبی در ایران نسبت به آغاز دوران پادشاهی محمد رضا شاه چندین برابر شده. شمار مسجدها بر پای پاره از آمارها نزدیک 40,000 مسجد، ولی قطعا کمتر از 27,000 مسجد در ایران نیست. نزدیک به 200,000 طلبه در گوش و کنار ایران در ده ها حوزه علمیه درس میخواندند و آزادانه اندیشه های خودشون رو تبلیغ میکردند. اینها لشکر انقلاب اسلامی بودند، در زیر سایه حکومت سکولار پرورده شده بودند، حکومتی که دست روشنفکران رو برای گسترش اندیشه های خودشون بسته بود. جبهه ملی نیمه پنهان، نیمه قانونی زندگی میکرد. اما ساختارهای دینی در ایران با دست گشادهی آزادی عمل داشتند. خود شاه میگویند تظاهر به دین میکرد. نه، جدا باور به دین داشت. محمد رضا شاه تنها پادشاه تاریخ ایران است که به حج رفت و حاجی شد. هیچ یک از پادشاهان دوره صفوی که شیعه بودند، هیچ یک از پادشاهان قاجار که سخت تظاهر مذهبی می کردند به حج نرفتند. محمد رضا شاه چنین کرد. رضا شاه هرگز چنین کاری رو نمی پذیرفت. ما با یک دوران ویژه‌ای روبرو هستیم. میراث کوشش های مدرن سازی دوران رضا شاه
به محمد رضا شاه رسید. او این فرصت تاریخی رو داشت که بدور از خودکامگی های سرکوبگرانای پدرش که این با سقوط رضا شاه امکان در اختیار او قرار گرفته بود، سازندگی کشور رو همراه با گسترش سکولاریسم به کمک نیروهای سکولار همراه با آزادی و دموکراسی ادامه بدهد، در حالی که چنین نشد. ما در ایران با گسترش خودکامگی همراه با پاره‌ای از سازندگی‌ها روبرو شدیم. انقلاب 57 تنها نتیجه کجروی روشنفکران ایران نبود. یکی از نیروهای اساسی که در پدیدار ساختن انقلاب 57، انقلاب اسلامی نقش داشت، رفتار خود محمد رضا شاه بود. ما اینو باید دریابیم. چه شما طرفدار پادشاهی باشید یا جمهوری خواه، باید به راستی واقع بینانه به این تاریخ نگاه کنید و اجازه بدهید که نقد به این تاریخ بدور از دشنام، بدور از رسوا کردن یکدیگر شکل بگیرد. تا برنامه آینده، روز و روزگار بر شما خوش باد.